با نام و یاد خداوند متعال و با درود و سلوات به پیشگاه سید رسولان و خاتم پیامبران و اهل بیت اسمت و تهارت ایشان و با تقدیم سلام و ادب به محضر شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی بسیار خرسند هستیم که با برنامه به وقت بیداری باز هم با شما خوبان همگپ و همسخن و همراه هستیم در خدمت کارشناس گرامی جناب حجت الاسلام المسلمین مختاری هستیم اجازه بدین که قبل از اینکه برنامه را شروع کنیم سلام علیکم خدمت ایشان عرض کنم سلام علیکم جناب مختاری بزرگوار بسیار, بسیار و خوش آمدین به برنامه خودتان سلامت باشین بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و عزیز شما و همینطور بینندگان خوب و ارجمند و گرامی شما سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم علیکم السلام هست. و, و رحمت الله سلام. خانواده مهمترین رکن جامعه هست و سلامت جامعه در گروه سلامت خانواده هست خانواده سالم هست که همه اعضایی که در او خانواده زندگی میکنه و در کنار هم شب و روز سپری میکنن سالم باشه یکی از عواملی که باعث میشه انسانهای خانواده اعضای خانواده سالم باشه و در نتیجه انسانهای یک جامعه سالم باشه پرهیز از خشونت و داشتن تحمل و مدارا هست موضوع گفتوگوی گفتگوی امشب ما هم در ادامه هفته گذشته که قسمت اولی برنامه تقدیم شما خوبان شد چیستی و چرایی خشونت خانوادگی در افغانستان هست خب همه ما قبول داریم که متاسفانه جامعه افغانستان بر اثر عوامل و علتهای متعددی از جمله سرد بودن چند دهه با جنگ و با ویرانی و با خشونتهای آنچنانی جامعه سالمی نیست متاسفانه معیارهای سلامت چی سلامتی روانی و چی سلامتی جسمی بسیار بسیار ضعیف شده در جامعه ما پس جا داره که ما این بحث مطرح کنیم و شما هم با ما همراه باشید و با این همراهی فعالتان که سوال و پیشنهاد و انتقاد درباره ای موضوع این بحث در ذهن شما شکل میگیره برای ما شریک بسازید این بحث را پربارتر بکنید انشالله به یک نتیجه برسیم که چرا در این حد و به این گستره ما در جامعه و مخصوصا در خانواده که موضوع بحث ما هست گرفتار خشونت هستیم خب میتلبه که دعوت کنیم شما بزرگواران را در, در شروع این بحث تا پایان با ما همراه باشید در کنار کارشناس محترم جناب حجت الاسلام المسلمین مختاری بزرگوار خب همون قسمی که ما عرض کردم موضوع بحث خدمت بینندگان مطرح کردم در جلسه گذشته به خانواده ظاهران پرداخته شده اما در این جلسه چیستی خشونت و انواع آن را اگر شما یک مقدار برای ما توضیح بدید که اصولا خشونت چیست و چه چی تعریفی داره و شامل چه اقسامی میشه ولی بله همونطوره که در ورودیه فرمایشات شما کاملا مشهود بود خانواده همونطوری که قبلا هم توضیح دادیم بله اساس و پایه و ستونهای اصلی خیمه جامعه هست خانواده سالم جامعه سالم را به دنبال داره و طبعا خانواده سالم خانواده است که در او خشونتی وجود نداشته باشه خشونتهای و ایرانگری که چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی و عاطفی بسیاری از معضلات و چالش ها را در درون خانه و خانواده و همینطور در اجتماع منتشر میکنه اگر بخوایم به این مسئله به صورت اساسی بپردازیم باید اول خشونت را بررسی بکنیم که خشونت چیست اصلا خشونت اساسا یک نوع رفتار زشت یا بدی که باعث یا سلامتی روحی و جسمی یک انسان یا یک مجموعه انسان رو تهدید میکنه بله. حالا چه به لحاظ جسمی سلامتی جسمی رو تهدید میکنه یا سلامتی روحی و روانی بله. و عاطفی رو تهدید میکنه حالا این میتونه در برابر فرد بوده باشه یا در برابر یک مجموعه افراد که خانواده بوده باشه فقط خشونت در رفتار بروز پیدا میکنه یا ساله های خب دیگه خب اونها مواردی است که بعدن ارز میکنه میخوام تعریف خشونت عرض بکنم یعنی یک نوع رفتار یا تهدیدی که یا بد رفتاری که بالاخره حالا از طریق کلام باشه یا از طریق مثلا اندام و اعضا و جوارح بوده باشه نسبت به طرف مقابل یک بد رفتاری بد رفتار رفتار تنها شامل عمل نمیشه یعنی خود کلمات رو, رو هم هم عمل بی... هست نه تنها گفتار بلکه خود حالت ها رو هم شامل میشه یک نگاه نامناسب به یک شخص یک نوع خشونت هست نگاه غضب نگاه غضب که ما در قرآن در ارتباط با نگاهی به پدر و مادر داریم که ولا تقل لهما اوفن فلا تنهرهما اوف نگین به پدر و مادر و حتی پیشانی خود را هم ترش نکنه یعنی با نگاه غزبالود به اونها نگاه نکنه اینا حاکی از همینه پس خشونت تنها رفتار فیزیکی نیست یعنی هر نوع بد رفتاری که این رفتار ما شامل گفتار شامل عمل شامل حالت ها همه اینها را در بر میگیره که سلامتی جسمی یا روحی و روانی طرف مقابل رو تهدید بکنه خب اینجا چون بحث بحث خانواد، خانوادگی هست یا بحث خانواده هست خشونت خانوادگی هم یعنی همین رفتار بد و منیش بد در محیط خانواده که یک محیط محدود و محصور هست در جمع اعضای خانواده چنین رفتاری اگر صورت بگیری خشونت خانوادگی بله. محسوب میشه در تعریف خشونت شما فرمودید رفتار بد خب بعد یک وصف بسیار کلی هست میشه به صورت مشخص یک ویژگی عینی تری را که این, این خشونت برای ما واضح تر و بیان بفرمایید یعنی بد و خوب رو اگر ما بخوایم تفسیر بکنیم یا بیان بیشتری داشته باشیم هر چیزی که با طبع انسان ملایمت و همخانی داشته باشه خوبه و هر چیزی که با طب و با فطرت انسان همراهی و ملایمت و همخانی نداشته باشه این میشه بد خب طبعا نگاه غضبالود یک رفتار بد هست یک عملی بد هست یا یک حرکت بد هست درست. یا مثلا زوم کردن یا تیز نگاه کردن تیز yeah, نگاه مثلاً معنی گفتار یا رفتار قهرامز. بله همه اینا می مصادیق خشونت باشه یا تعریف خشونت باشه که اینها ممکنه در مقابل یک فرد در مقابل جامعه در مقابل خانواده چون اینجا بحث, بحث خانواده است خشونت در محیط خانواده یعنی رفتارهای نامناسبی که بله. سلامتی روحی و جسمی و عاطفی مجموعه خانواده, خانواده را تهدید میکنه در معرض خطر قرار میده بله. این میشه خشونت حالا این خشونت خب طبعا انواع و اقسامی داره که اتفاق میفته مظهر خشونت خشونت جسمیه طبیعی وقتی انسان کسی را یعنی اون مستاق بارزش بله مستاق بارزی که به اصطلاح تا خشونت میگیم به ذهن انسان تبادر میکنه خشونت فیزیکی هم معمولا زدن بریدن کشتن یا بالاخره هر کشتن که بحثی خیلی بالاتر است زدن و هل دادن یا به نحوی بله. اعضای بدن رو بریدن مسله کردن مجموعه اینها بالاخره خشونت های جسمی است که ما در جامعه داریم در میان خانواده ها داریم متاسفانه در خانواده‌های افغانستان موارد زیادی داریم که بانه. در بخش های بعدی ما به مصادیقی میپردازیم که بانه. مجموعه این گونه رفتارها و های بد اما از کلامی جسمی و انواع و اقسام خشونت‌ها ما در میان خانواده‌های افغانستانی خود ما متاسفانه شاهد هستیم شاید انشاءالا در جایش برسین و بحث شوه وقتی که در خانواده خشونت نوبت به خانواده میرسه در جامعه طرفی که ممکنه اعمال یا رفتار قهرامیز و خشینی انجام بده خودش قبول کنه که ولی ما مثلا دارم خشونت بخرج میدم در خانواده یک لایه های پنهانی از خشونت هست که پدر و مادر یا مثلا شوهر یا یکی از مثلا زن و شوهر وقتی که علیه خود یا اطفال انجام بده این را اصلا یک نو خشونت زدایی کرده از این او را خشین نمیدانه و میگه که من حق دارم که ای کار را انجام بدم به همه خاطر به نظرم مسئله اینجا خیلی پیچیده میشه خب اینو به نظرم بحث های بعدی است که وقتی ما بله. میخوایم عوامل خشونت را بررسی کنیم این مطال اونجا جا داره که او را باز بکنیم چه چی چیزهایی باعث خشونت میشه شاید کسی همونطوری که در فرمانشات شما بود کسی خشونت میکنه ولی باور نداره که کارش کار, کار خشینی هست, هست بچهش مثلا میزنه اولاداتش میزنه فکر بانده. میکنه نه ادب میکنه تنبیه قانونی میکنه و این خشونت نیست همسرش مثلا محدود میکنه بیرون رفتن نمیمانه یا از خیلی چیزا محروم میکنه به نظر خودش کار درست میکنه کار غیرتمندانه انجام داده خود را حق به می میدونه و این را تلقی نمیکنه درست. و یا مثلا دخترش از تحصیل باز میداره یا کار به حساب نمی میاره که بله خب بالاخره زن که نباید وارد جامعه بشه خب باید محجوب باشه باید پنهان باشه نباید نگاه های نامحرم به اونها بیفته و خیلی دلایل دیگه برای خودش میاره خود را حق بجانب جانب جلوه میده و بالاخره قباحت زدایی میکنه از خشونت خودش و خشونت, خشونت را به عنوان یک رفتار مناسب یک رفتار ظالم جلوه اونا در جای خود رفتار غیر خشونت آمیز در قسمت میرسیم ما میخوایم فعلا یک نمونه ها و مواردی از خشونت و نمونه های از خشونت رو بررسی بله. بکنیم خوشونت خوشونت که عرض کردم مظهر خشونت همون خشونت جسمی است که خب متاسفانه در طول تاریخ ما از خشونت ها رو شاهد بودیم در گذشته های تاریخ هم بوده در کشورهای مختلف از این قبیل خشونت ها وجود داشته و در کشور عزیز ما متاسفانه به مراتب بیشتر از جاهای دیگه وجود داشته در یک جا در یک آماری که نقل کرده بودن کشورها و مصاحبه هایی که صورت گرفته البته اینجا بحث خشونت بیشتر انصراف پیدا میکنه به خشونت علیه زن چون اعضای خانواده ارکان خانواده زن به شوهر است و فرزندان بله. جزء جز ارکان و پایه های اصلی هم اینا هستن ممکنه ملحقاتی داشته باشه ممکنه یه خانواده‌ای باشه زن و شوهرن فرزند هم داره ولی با پدر و مادرشان هم با هم زندگی باشن. یک مدار وسیع تر بوده باشه بلد. اما امیل دیگه هم اونجا وجود داشته باشه ولی خب م... پایه ها و روک نشان هم اینا هستن. وقتی بحث خشونت هم که مطرح میشه بیشتر خوشوند علیه زن مطرح میشه به دلیل اون شرایط خاصی که وجود داره مرد با توجه به قدرتی فیزیکی که داره از قدرت سوء استفاده میکنه معمولا علیه زن یا علیه فرزندان خودش استفاده از این جهت بیشتر اینجا بحث ما در این بخش میخواییم خشونت علیه زن را بیشتر در مهراق توجه قرار بدیم. خشونت علیه کودکان فرزندان یا خشونت علیه پدر و مادر اینا بحث است که در آینده این اگر عمر باقی بود ما سعی میکنه با اونا هم بپردازیم ولی بلی. اینجا فعلا در این جلسه در فعلا خب تعریف رو انجام دادید بل. و رسیدین به این که چه اقسام و انواع انواع خشونت ها م... واضح ترین مصداق خشونت خشونت جسمی بله. خشونت جسمی هست خوب جسمی. که خب کاملا واضح و روشن هر کدام ما میفهمیم متوجه هستیم من اموناهاش هم کاملا در بله. بیرون میبینیم ولی بعض خشونت هست که به فرمایش شما که یک جمله داشتین خشونت های پنهان بله. از دید جامعه پنهانه از دید خود اعضای خانواده پنهانه اینها به عنوان خشونت تلقی نمیشه یا کسی نمیبینه حس نمیشه خشونت های نامحسوس از جمله اونها خشونت های کلامی است شما وقتی خب یک وقت شما میزنید طرف را صورتی طرف سیاه و کبود میشه یه وقت با یک کلام قلب طرف را میشکنی ضرب المثل معروف از بین عوام و بله. میگه زخمی که ز... زخم زبان از زخم شمشیر بدتره, بدتره. زخم شمشیر ممکنه خوب بشه زخم زبان گاهی وقتا میمونه ولی خب ما ایره نمیبینیم این در محیط خانواده متاسفانه فراوان استفاده میشه فوشهای رکی که صورت میگیره یا مثلا تهدیدهای کلامی که صورت میگیره مجموعه اینها بالاخره اینا در حقیقت در حق واقع جزء خشونت است گفتیم خشونت اون چیزی که با طبع انسان همخانی نداشته باشه ملایم طبع انسان نباشه کی فوش را دوست داره کدام زن در محیط خانه دوست داره که شوهرش به جایی که نوازش بکنه به جایی که ابراز محبت بکنه عزیزم بگه دوستت دارم تو همه چیز من هستی یک فوش بده تحقیر بکنه دشنام بده حرفای زشت نسبت به او بزنه قطعا دوست نداره کما اینکه مثلا شوهر خانواده یا مرد خانه هم توقع نداره از زنش حرف رکیک بشنه و زخم زبان بشنه و گاهی وقتا زنها هم متقابلا بالاخره اگر از فیزیک استفاده نمیکنن از دستشان استفاده از زبانشان زیاد ممکنه استفاده کنن بله. پس یک نوع خشونت خشونت کلامی هست که اینها خشونت های نامرئی و خشونت های پنهانی هست که بالاخره در محیط خانه و خانواده روح روان انسان لذا این گونه خشونت ها به لحاظ عاطفی و ایرانگر هست درست. خشونت جسمی آثار, ش... آثار جسمیه بله. ممکنه خب زخمی یا کبودی و سیاهی خب حالا ممکنه شدت و ضعف داشته باشه ولی در مرور زمان خب از بین بره خشونت های کلامی و لفظی یا تحقیر و امثال اینها اینها خشونت های آتیفی در واقع در دایره خشونت های آتیفی هست. جلوه هایشان ضعیف ل... هست دل. بروندادشان ضعیف است اما آثار اینا آثار ماندگارتری داره آثار ماندگارتری داره, داره. این بحث ادامه میتیم اجازه بدین که یک وقفه بگیریم همراه با بینندگان عزیز هستیم در خدمت شما تا خشن. پایان بحث دعوت میکنم به دیدن میان برنامه عرض سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و نازنین تلویزیون جهانی هادی شما که با برنامه به وقت بیداری همراه هستید امیدواریم که تا اینجای برنامه استفاده کرده باشید دعوت میکنم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید بله جناب مختاری بزرگوار بحث ما به اینجا رسید که خشونت چه انواع و اقسامی داره به بخش های از این اشاره کردین در ادامه میشنویم از زبان شما بله خشونت همونطوری که شما مشارفه انواع و اقسام گاهی وقتا خشونت فیزیکی خشونت بله. کلامی بخشی از خشونت ها در دایره خشونت اجتماعی هست اگر ما بیایم مستاق به اصطلاح قربانی خشونت زن را در نظر بگیریم بله. یک بخشش اینجا در دایره خشونت های اجتماعی هست پس میشه ما از منظرهای مختلف بله. تقسیم تقسیم های متعددی برای خشونت یقینا همینطوره مثلا ما اگر از سوی خانواده کما که ما دیدیم دیگه در مثلا جامعه،, جامعه افغانستانی مثلا هست خب اگرچه در دوره های خب یک سر آزادی هایی بوده ولی در اکثر موارد زنها در محیط بسته زندگی کردن و اونها را از معاشرت بیرونی خانواده ها من می کردن حتی از تحصیل باز می داشتن و مکتب بله. رفتن نمی ماندن و همینطور سر کار رفتن نمی ماندن یعنی از کار من می کردن خود من بله. کردنی از کار زنی میخواد کار بکنه حالا یا کار فرهنگی یا علمی بله. یا کار اقتصادی هر کاری بکنه این اختیار و این آزادی داره یعنی به عنوان یک انسان یه حق را داره که کار بکنه در جامعه وارد بازاری کار شده و از دیدگاه اسلام هم برای زن در چارچوب قوانین شرع و شریعت این درسته ولی خیلی از خانواده ها یا خیلی مردها هستن که نمیذاره زنش بره کار بکنه یا نمیگذاره مثلا ادامه تحصیل بده یا اگر تحصیلات خودش انجام داده نمیگذاره وارد بازار کار بشه به عنوان یک کارمند در یک اداره کار بکنه اینها هم نوع خشونت هست منتها خشونتی در دایره اجتماعی سر خشونت ها خشونت های عاطفی است مثلا مثل ازدواج های مجددی که صورت میگیره این نوع خشونت نسبت به اون زن اول هست خب کدام شوهری که میره مثلا زن دوم یا سوم رو میگیره از زن اولش از خانم اولش اجازه میگیره رضایت خب. تحصیل میکنه خب این که میگن که خب کاملا در چارچوب شر و مرد همچه حقی را داره خب بحث, آه، بحث حق یک بحث چارچوب حق و حقوق بله همون حق و حقوق هم که اگر ما معیار را آیات قرآنی بیدانیم دستور اسلام بیدانیم اسلام هم اونجا شرایطی تعیین کرده های ها حق رو این میشه آدلا بله با اینجا اعمال اعمال کرد ممکنه بدون خشونت اعمال, بله. اعمال کرد ولی. ولی اون چی که در جامعه ای ما میگذره مگزار، کاملا خشونت خشونت آمیز مطابق با اون معیار دینی هم نیست مطابق میار شریعت هم نیست فعلا یک ورد زبان شده برای هر کسی میگه خب مرد اختیار داره تا چهار تا زن بگیره در اسلام آمده در قرآن آمده نه خیر در قرآن گفته که فن هم ماتا و مثنا و و ربا تا چهار تا ولی این یک جمله بعدی هم داره یک بیردی هم داره به قول معروف میگه بیردی گفتن هم بگذار بلی. اینجا باید به این نکته آیه هم توجه بکنیم که و این خفتم ان لا تعدلو فواهده ولی اگر نمیتوانه عدالت, عدالت. را رعایت بکنه به یکی باید قناعت بکنه خب اینجا بس تعدد زواجات خب... رو اسلام گفته در چارچوب عدالت در, این چو... شرط اصلیش... در چوکات عدالت باید وجود داشته خب حالا ما ازدواج های مکرره که در جا... در در جامعه افغانستان در خانواده های افغانستان صورت میگیره کدامش واقعا این چوکات را رعایت کرده ما نمیبینیم بینیم بالاخره هر کدام ما تجربه داریم زندگی کردیم، ایم خانواده هایی را میشناسیم اینجا هم پس نوع خشونت صورت میگیره خشونت اجتماعی یعنی یک فرهنگ اجتماعی در جامعه افغانستان تبدیل به یک فرهنگ شده رسوب شده مانده بله. و اینجا خشونتی که صورت میگیره بله که صورت بله. اینجا نامرئیه قبض داری شده بله به هر مرد به خود حق میده که دست به چنین اقدامی بزنه و اینجا نه رضایت همسر مهمه برای اونها نه اینجا رعایت عدالت مهمه خب اینا هم جزء خشونت هایی که در جامعه صورت میگیره یا گاهی وقتا بعضی محدودیت های مالی که نسبت به زنها ها صورت میگیره بعضی خانواده هایی هستند که همراه والدینشان زندگی مثلا زن و شوهر دو تا جوان با همدیگه زندگی میکنن ازدواج کردن ولی همراه پدر و مادرشان زندگی میکنه اما اینجا مورد نظر و مورد نظر ما زن این جوان هست یعنی زنی، این زن و شوهر اکثر وقتا این زنها که وقت واردی خان وارد خانه میشن خانه شوهرشان میشه میبینه علاوه بر شوهرشان که امر و نهی میکنه کسان دیگه هم هستن که اونها رو کنترل میکنه ولی از مالی اختیار مالی در خانه ندارن اختیار بعضی هم. امور خانواده را ندارن. حتما باید دستوری از بالا بوده باشه منتظر دستور اونها هستن همه اینها به لحاظ روحی و به لحاظ عاطفی برای این زن برای طبع ای این زن ناملایم هست با طبع او سازگار نیست بلاخره طبع انسان طبع آزاد منشانه است انسان آزاد خلق شده دوست داره در امور شخصی خودش آزاد بوده باشه برای امور... مثلا میخواه امروز فرض کن یک مدل غذا بخوره فردا یک مدل دیگه غذا بخوره نه اینکه دیگه را دستور بده امروز چی بخور فردا چی بخور لذا مجموعه اینها و البته خیلی موارد دیگه هم هستن که اینها می شود جزء به اصطلاح انواع خشونت هایی بوده باشه که ما در جامعه بشری علل خصوص در جامعه افغانستان ما می توانیم اینها را شاهد بوده باشیم درست خب در بخش انواع و اقسام خشونت اگر سخنی مانده که میشنویم اگر نه میریم سراغ سوال بعدی البته در این بخش وقت کم داریم دیگه خب بیشترین خشونت هایی که متاسفانه در میان خانواده ها با او توجه نمیشه یکی از مواردی که خب با البته موارد هست یکی از اون موارد همون موارد حتی خشونت جنسی هست و عدم رعایت احساسات طرف مقابل هست وقتی خب خواسته ها و نیازها و نیازمنده های عاطفی یک زن در محیط خانه و خانواده که وقتی مورد توجه قرار نمیگیره مورد بیمهری قرار میگیره نوع خشونت در قبال او در حقیقت اعمال شده که خب طبعا همون گونه که مرد برای خود خواسته هایی داره از یک مدل خواست لباس خوشش میآید از یک مدل دیگه خوشش نمیه از یک مدل غذا و همینطور در خیلی از موارد دیگه در عرصه زندگی و طبعا زن هم همینطور از خواسته های داره بل آرزوهایی داره بالاخره شعنی داره برای خودش اگر به این توجه نمیشه به این خواسته ها توجه نمیشه یک نوع سرکفت زدن به خواسته های درونی یک زن در محیط یک خانه و خانواده است درست. طبعا او با توجه به همون فرهنگی که حاکم هست در میان خانواده ها باید صبر بکنه یعنی اینکه به این باور میرسه که زن این حق را نداره که به خواسته های به همه خواسته های خودش برسه یا خواسته های خود مطرح بکنه باید صبور باشه هرچی مردش بگه باید اطاعت بکنه بالاخره خواسته های خود در برابر شوهر خودش حق اظهار نظر نداره در برابر خشونت شوهرش باید تحمل بکنه زن لیک. مثلا با, با چادور سفید آمده با کفن باید از خانه بیرون بشه بل. یعنی اینها بالاخره سبب میشه که همه این ناملایماتی که وجود داره همه را تحمل بکنه و اینها در حقیقت مسادق خشونت در محیط خانه و خانواده است که در جامعه افغانستان متاسفانه به مراتب بیشتر از هر جای دیگه دنیا ما ب... میبینیم و مشاهده میکنیم بله بسیار هستن. باز هم یک میان برنامه ای را بینیم همراه با بینندگان عزیز و گرامی صاحب یا صاحب زمان شود یا که شبی بر دل من یار شوی یار این خسته غمدیده دیده بیمار شدی سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشم دل من آب شده کی تو پدیدار شدی با کلافی بنشستم سر بازار رخن کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی همچو یعقوب شده دیده ام از درد فرا کی به پیراهن خود نور شب تار شدی هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خری هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خری شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی ز غم غربت تو شام غریبان شد دل ز غم غربت تو شام غریبان شد دل چه شود گر تو مددکار دل زار شدی شعله خیمه آتش زده گوید که بیا زائر بی کفن بی سر و خنبار شبی اللهم عجل لولی کل فرج مصبت 964 758 255 4013 پل ارتباطی تلویزیون جهانی هادی با شما بینندگان گرامی هست شما میتونید از طریق واتساپ و تلگرام با شبکه خودتان و برنامه خودتان که برنامه به وقتی بیداری باشه مرتبط شوید هر نوع نقد و نظر و پیشنهادی دارید ما به دیده منت میپذیریم خب اجازه بدین که قسمت پایانی بحث با جناب مختاری صاحب شروع کنیم و خواهش میکنیم که تا پایان بحث ما را همراهی کنید بله جناب مختاری بزرگوار بحث ما کشیده شد به مسادق خشونت خانوادگی در افغانستان که فرمودید یکی از نمونه های بارزش خشونت علیه زن هست قطعا به همین مصداق تمام نمیشه احتمال زیاد مصادیق و نمونه دیگری از خشونت در خانواده هست که از زبان شما میشنویم تا که ما خود ما متوجه شویم خانواده ها متوجه شوه بینندگان عزیز ما بهتر پی ببرن به این قضیه و بتانیم به کمک این راهنماییها ها و این سخنان یک مقدار خودمان اصلاح کنیم یعنی ما نگویم که ما از این قضیه مبرا هستم دیگر هست متاسفانه چنان گسترده هست این در چنان فراگیر هست که کمتر خانواده در جامعه ما پیدا میشه که آری از خشونت باشه لایه های از خشونت احتمالا وجود داشته باشه میشنویم درباره مصادق خشونت خانوادگی در افغانستان بله همونطوری که فرمودید خشونت خود طبعا عرض کردم که همون گونه که خانه و خانواده پایه ها و ستون های جامعه هستند خشونت در محدوده خانواده رو ما داریم بررسی میکنیم بله. خب طبعا خوشونت خب همینطور که خانواده دچار خشونت میشه یک جامعه دچار خشونت میشه خشونت در محیط و جامعه و خشونت حتی در یک دایره حکومتی خشونت حکومت علیه ملت و مردمش همونطوری که خشونت در جهان در کل بالاخره خشونت در بین بشر وجود داره اگرچه نفس خشونت خشونت جزء غرایز در نهاد انسان. هر انسان هست هر موجود زنده ای دارای غریزه خشونت قو... هست قوه غضبی قوه غضبی اما مشکل اینجاست که ما این قوه رو در جای خودش استفاده نمی یعنی هر کار که به اهلی سپرده نمیشه و نقطه که به جای خودش قرار نمیگیره طبعا مشکل ایجاد میکنه و این خشونت بعد اون جلوه زشت خودش را میگیره در حالی که در آموزه های اسلامی اشدا و علال کفار روحما و بینا در برابر دشمن باید خشین باشی خشونت به خرج ترحم بر پلنگ تیزدندان بله. ستمکاری بود بر گوسفندان بالاخره بستگی داره که در جای خودش بله. باید استفاده بله خب در باز انسان میگه پایت از دایره مدارا بیرون نگذاری از دایره عدالت میگه که اگر بله. کسی به شما ظلم کرد این که شما پاسخ به ظلم او بدین باعث نشه که پایتان از دایره عدالت ولا تجرمن نکم شن آن قومین الله تعدیل و فعدل اون در جا جای خودش. هم اسلام بر عدالت تکمه بله اون در جای خودش اما همه اسلام در جای میگه فعتدو بمثل به مثل معتد علیکم اونی که در حق تو ظلم میکنه بله. به خانه تو حمله میکنه تو هم باید از خود دفاع بکنید شما رو میزنه تو هم بله. باید از وجود خودت برای حفظ جان خودت دفاع کن اینا بحث هایست که بله اما خب در خشونت مصادیق خشونت در در جامعه افغانستان مخصوصا بیش از هر جای دیگه ای وجود داره که خب ما نمونه های زیادی داریم که مخصوصا خشونت علیه زن بلد. یکی از اون موارد اگر به عنوان مستاقی عرض بلد. بلد. که در جامعه ایمان متاسفانه ما خود ما شاهد بودیم یا در مخصوصا دوره قبلی در ای یکی دو سه دهه قبلی که خب نمونه های برجسته شد در گذشته فضا با گونه ای بود که بسیاری از این خشونت ها هستن برجسته نمیشد تبدیل به خبر نمیشد تبدیل به یک بحث های رسانه ای نمیشد روی اینا تحلیل صورت نمی گرفت الان این رسانه ها یک برکتیه برای تنویر افکار عمومی برای بله. آگاه کردن خرد جمعی اینا قطعا مثلا رسانه شما که یک رسانه دینی هست اخلاقی است تربیتی است که این مسائل مطرح میکنه اینا بله. واقع اثرات بسیار شگرفی و تأثیر گذار روی مردم ما جامعه داره اصلاحی هست. نمونه هایی را عرض بکنم ببینید یکی از نمونه ها که اینا سبب میشه در واقع گرچه میشه جزء عوامل هم به حساب اونها به عنوان مثال عرض میکنم که یکی از کارهایی که در جامعه ما رایج متاسفانه در گذشته ها رایج بود و الان هم در خیلی جاها و فعلا هم وجود داره بحث سلب اختیار دختران است در موقع ازدواج یعنی پدر و مادر فقط تصمیم گیرنده هستن خود این دختر تصمیم گیرنده نیست که با کی ازدواج بکنه با او کسی که ازدواج میکنه از او راضی هست یا نه او با چی ویژگی داشته باشه نداشته باشه دیگه از او سوالی نمیشه تحمیل میکنن در سن کودکی اونها را مثلا به عقد فرض کن یا کسی دیگه ای در میاره در حالی که دختر از خود خبر نداره اینا بعد در مرور زمان وقتی بزرگ میشن به عقل میرسن به رشد و کمال عقلی که میرسن اینا ناسازگاری ها آغاز میشن ناراحتی ها به وجود میاد ما نمونه های زیادی را داریم نمونه ای بود که در کودکی اینها به همدیگه دیگه عقص شدن در،, در اتفاقا در همون ما در همون قریه و قشلاق ما همین حادثه اتفاق افتاد که بعد وقت بزرگ شدن این پسر رشد نکرد معیوب شد و یک مقدار مشکل چشمی پیدا کرد در حالی که دختر رشد عامل ژنتیکی باعث, بله. باعث قضیه بله. شده بود البته بله همین بود درست. ولی دختر رشد کرد رشید شد خیلی مورد توجه قرار گرفت و خص این مسئله سبب شد که سر این دختر سه چهار نفر آدم کشته شد خانواده ها از هم پاشید درگیرها ها به وجود آمد خب اینا پیامدهای های بسیار منفی داره اینا سبب خشونت خشونت از درون خانه و خانواده عبور میکنه به جامعه تسری پیدا میکنه یک خشونت که در محیط یک خانه و خانواده اتفاق افتاده ولی این آثار و پیامت های اجتماعی پیدا میکنه وصل بلی. میشه به جامعه جامعه را درگیر میکنه نمونه های زیاد ما از این قبیل داریم به نکته بسیار خوب اشاره کردین اینکه در هنگام ازدواج حق انتخاب امسر مخصوصا از دختر گرفته میشه همین خودش باعث میشه که خانواده هم که ساخته میشه و شکل میگیره این خانواده بر محور خشونت باشه یعنی او زن او دختری که به اجبار به همسری یک جوانی یک مردی در میایه چون از دل راضی نیست سعی میکنه که خشونت به خرج بده و این خشونت باز خشونت های دیگه به بار میاره و با باعث میشه که خانواده از اساس اشتباه بنیان گذاشته شود همین ما متاسفانه در جامعه افغانستان از این قبل موارد خیلی زیاد داریم یعنی تبدیل به یک فرهنگ شده حتی موارد و گرچه در اواخر یک مقدار مردم آگاهی پیدا کردن کمی رعایت میکنن در گذشته ها با گونه بودن که در گهواره بودن بچه ها یعنی دختر و بچه باید. در گهواره بودن اینها را بالاخره نامزاد میکردن یک حلقه یا یک قندی میشکستن یا یک ترشگی پاش میدادن به نام هم میکردن فردا اینها که بزرگ میشدن طبعا به درد سرها میافتادن و همدیگر را نمیخواستن و مشکلات عدیده رخ میداد او حادثه ای که در غور اتفاق افتاد که دختری سنگسار شد در چند سال قبل قبل از آمدن حکومت فعلی در دوره حکومت قبلی که خیلی در رسانه های جهانی زیاد مطرح شد وقتی شما ایره مطالعه میکنید ریشه خانوادگی ایره مطالعه میکنید که ماجرا از کجا شروع شد یک دختری به نام ظاهرا به نام رخشانه از در غور اما این دختر میگه در دوازده سالگیش به یک فرد معلولی از بستگانشان داده میشه درست خب این دختر دوازده ساله که از خود اختیاری نداره اصلا خیر و شر خود نمیفهمه دست راست و چپ خود تشخیص نمیده که چی به سرایش چی به صلاحش نیست اونا بعد یک کسی دیگه ای که عزیز سو سوال نمیشه که تو هم درسته تر ما معلولین عزیزی ما بالاخره محترم هستن اونا اعضا و افراد همین جامعه باید به فکر اونها بود اما بالاخره اینجا نباید یک انسان دیگری را قربانی یک انسان دیگه کرد که با. معلوله بالاخره خدا او را شفا بده خدا به او صبر عطا بکنه اما این سبب نشه که یک معلولیت ذهنی دیگه ایجاد شود یک انسان دلاشت. دیگه معلول شود یا زندگیش معلول شود معلولیت تنها معلولیت جسمی نیست وقتی روح روان یک انسان از به هم میرزه از بین میره لگت مال میشه در حقیقت روح یک انسان معلول شده یعنی او از خود دیگه اختیار و صلاحیت داره یعنی معلول ناتوانه دیگه درست. دختر وقتی رشد میکنه بزرگ میشه فرار میکنه خب طبعا طبعش نمی نمیپذیره اوره بعد باز زیر دستگیر میکنن میارن به یک پیرمردی 60 70 ساله میدن عجب به عنوان تنبیه که تو چون آبروی ما رو بردی اینجا با حیثیت خانوادگی ما بازی کردی پس تو مکلفی که با هم پیرمرد 70 ساله ازدواج بکنه خب طبعا او دیگه از خود اختیاری نداره مسلوب اختیاره و سرانجام بعد از مدتی خب بی دختر از فرار میکنه خب بعد گرفتار میشه و سرانجام سنگسار میشه در رسانه ها پخش شد و مطرح شد یا مورد دیگه ای که در اورزگان اینا خیلی رسانه ایشون مطرح یعنی اینا نمونه هاست یعنی مشت نمونه خروار که هست یعنی همینه دیگه بله. این مثال ها برای اینه که یعنی از این قبیل موارد ما در جامعه داریم که بعضی از اینها رسانه ای میشه بعضی از این دخترها جرأت پیدا میکنن بزرگ میشن فرار میکنن یا دست به خودکشی میزنن موارد زیادی داشتیم که دخترها وقت بزرگ شدن و بالاخره مجبور شدن دست به خودکشی زدن خودسوزی زدن موارد زیادی ما داشتیم نمونه دیگه که در اروزگان کسی به نام آیشه دختر به نام آیشه که همینطور به یک پیرمرد داده شده بود در سن دوازده سالگی خب بعد فرار کرد و پس دوباره میره پیدا کردن و آوردن شوهرش دماغ او و گوشای او را بریدن همین در یک بیابان رها کرده بودن خب انقریب تلف خب تلف میشه خب توسط مؤسسات خارجی پیدا شد بعد به خارج برده شد حالا ماجرا داره بله. اینو میخوام این مصادیق به عنوان نمونه عرض بکنم که شما ببینید وقتی اختیار و اراده یک انسان گرفته میشه یک انسان به عنوان انسان مورد خطاب قرار نمیگیره مورد عمل قرار نمیگیره خب طبعا اینا آثار و پیامدهای منفی فراوانی داره سبب خشونت های ویرانگری در محیط خانواده میشه بالاخره گاهی وقتا یه امور سبب میشه اون طرف دست به خودکشی بزنه بلد. یا دست به جنایت دیگه ای میزنه که طرف جامعه پیدا کنه و این بعد طبعا جرقه های این آتش وارد خرمن جامعه میشه یک جامعه را به فلاکت میکشانه و مشکلات رو در اجتماع ایجاد میکنه طبعا اینا در درون خانه, خانه و خانواده محصور نمیمانن حالا فعلا بر اساس بر اساس آمارهایی که وجود داره مقایسه ای که با کشورها شده در حقیقت 90 درصد زنهای جامعه افغانستان تجربه خشونت خانوادگی را داره در حالی که بعضی کشورها 25 درصد تا 35 درصد هست تا 18 درصد 5 درصد به این شکل هست در کل بر اساس آمار 35 درصد کل زنهای دنیا مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته ولی اینجا در این بین کشور افغانستان در رأس همه یعنی در پیشانی سایر اجتماعات بشری است که 90 درصد یعنی میگه وقتی رفتن مصاحبه گرفتن و گزارش تهیه کردن از ده زن از ده زنی که بالاخره ازدواج کرده صاحب خانه و خانواده است وقتی مصاحبه گرفتن و از ده زن نه زنش گفتن مورد خشونت قرار گرفته مورد انواعی خشونت حالا تنها خشونت خشونت فیزیکی نبوده خشونت جسمی و فیزیکی بوده خشونت روحی و روانی بوده تحقیرها بوده خشونت, خشونت های عاطفی بوده خشونت عاطفی وقتی میری زن دوم میگیری طبعا به قول معروف میگه نو که آمد به با بازار کوه میشه دلازار دیگه او بله. کسی که میره حواس میکنه زن دومه میگیره حالا به هر دلیلی زن دوم میگیره طبعاً اولی طبعاً به طاق سپرده میشه یعنی کمتر به او توجه صورت میگیره ای از لحاظ عاطفی مورد خشونت قرار میگیره از این قبیل خشونت ها در جامعه افغانستان موارد زیادی داریم که ما امیدوار هستیم رسانه شما برنامه خیلی خوب و سازنده شما بتونه گوشه از این بار مسئولیت را به دوش برداره در جهت ترمیر افکار و عمومی ارشاد جامعه روشنگری در میان خانواده ها و جوامع که هم خانم ها خودشان به یک خرد و به یک آگاهی و به یک فهم لازم برسن بتوانن حقوق خودشان را مطرح بکنن از جایگاه دفاع بکنن بدونن جایگاه حقوقی خودشان هم به مردها و بزرگان و مدیران خانواده ها که حالا هر است. بالاخره با اونها یک بینایی یک بصیرت ایجاد بشه که اونها خشونت را کنترل بکنن و این خشونت طبعا وقتی یک پدر و مادری علیه همدیگه خشونت میکنه پدری علیه مادری مردی علیه زنی خشونت انجام میده قطعا این بین این دو نفر خلاصه نمیشه چند نفر دیگه اعضای خانواده او رو تماشا میکنه از او کاپی برداری میکنه این بچه ای که محصول این ازدواج هست و ازدواجی که تو هم با خشونت و بدرفتاری و تحقیر و امثال اینها هست وقتی این جوان وارد جامعه میشه این فرزند وارد جامعه میشه طبعا اونا این خشونت ها را در محیط در جامعه در مثلا در بین سنف در بین اداره در وقتی به حکومت میرسه اینا اثرات منفی خودش متاسفانه در جامعه میگذاره و حتی حکومت ها بله. کسی که حاکم میشه یک،, یک, جوانی که در محیط خشین یک خانواده یک پور از خشونت بزرگ شده رشد پیدا کرده روح و روان او خشینه عقده داره عقده ها در گلوی بله. او گره شده این عقده سر ملت خالی میکنه بله. این مقدار سر زیر دستان خودش در یک اداره یا در هر جایی که کار میکنه او خالی میکنه و اینا اجتماعی را با بار میاره در واقع هم نکته است که در آغاز بحث شما اشاره فرمودید که خانواده بنیاد هر جامعه هست وقتی که خانواده سالم نباشه در خانواده خشونت باشه این خشونت سرریز میشه و سرایت میکنه به جامعه حتی به حکومت و شکل حکومتداری و دولت مردان هم در همین خانواده تربیت یافته <applause> وقتی که اینها در خانواده خشین بزرگ شده و وقتی که باید پا به جامعه میگذاره و به سر چوکی قدرت میشینه خب اینا هم جز خشونت چیزی دیگه ممکنه بلد نباشن که اعمال کنن بسیار سپاسگزار هستیم این بس ادامه داره انشالله که ابعاد دیگری از خشونت چیستی و چرایی خشونت که در افغانستان در همین برنامه در شبهای شنبه و شام جمعه از زبان شما انشالله که بشنویم بسیار سپاسگزار هستیم از شما هم سپاسگزار هستیم که تا پایان بحث با ما همراه بودین اللهم عجل لولی کل فرج. همراه با کارشناس محترم شب خوب و خوشی را برایتون آرزو میکنم خدایا رو نگهدارتون باشه